بنام خدا با سلام و بچه ها این جلسه جلسه دوم از دایر موره که ما فقط میخواییم به صورت فرمولی بریم جلو تنش اصلی و صفحه های اصلی و دست بیم. یعنی تو این جلسه ما فهم خاصی نداریم اگر میخواهید این موضوع رو بفهمید درک کنید ببینید و قصد این فرمول ها کجا آمده چی جوری بوده داستانش بیشتر کنم جلسه یک کار اما آقا جان، اگر دوست ندارید مفهوم کار داشتی و کار داشته باشید فقط سایه نمره رو برداری بذاری تو جیبه میتونی این ویدیو رو ببینی و به صورت فرمولی بری دایره رو رسم کنی و تنش های اصلی و اینا رو دیگه نمره رو خلاصه بگیری لپ مطلب اینه. خب بچه توی سوالا میان مثلا یه چنین حالتی رو بهمون همون میدن تنشای برشی رو دادن سیگما رو دادن و گفتن برو صفحه های اصلی و تنش های, های اصلی رو دست بیا. خب ما باید چیکار کنیم اصلا اول از همه ببینیم صورت سوالمون چی داده اگر این صورت سوالمونه چی بهمون داده میگم که نگاه کن این الان تنش در راستای ایکس تا دیگه سیگما در راستای ایکس میگه بله میگم خب این الان مثبت یا منفی مثبت چرا مثبته چون که داره شکلمون رو میکشه پس میذاریم چهار کاس بعدی آقا این دوازدهه که سیگما راست ایگرگ مونه این داره میکشه فشار میده داره فشار میده پس منفیه میذاریم اقا منفی دوازده حالا یه در ترش بورشی صحبت کنیم آقا یه دقیقه برف من گوش بده کار سختی نیست مصبت ها منفی ترش برش فقط دقت کن دست من رو میبینی منو انگوشت میبینی من اگر جهتت اینوری بود خب شما مثبتی اما اگر خلافش بود منفی یعنی چی؟ یعنی اگر جهت تو مد این دوری بود آقا جا این دوری شما مثبتی اما الان دقیقا ما چیم؟ دقیقا ما خلافشیم دقیقا برعکسش این منفیه خب حله پس ما اینجا باید چند بنویسیم؟ منفی پونزه کاریست من موجه مشکیم افتاد زمین بزا ورش دارم می منهای 15 آی اینا رو فهمیدیم حالا باید بریم از اینا استفاده کنیم چطوری یه هم نگاه کن ما برای صفحات اصلی باید بریم از این دو تا تانژانت استفاده کنیم خیلی راحت ها آقا تانژانت اینورس بلدی دیگه تو ماشین حساب بذار ماشین حساب بگرم تو ماشین حساب شما یه تانژانت داری دیگه اینجا حالا بسته به ماشین حساب هر شیفت رو بزنی و برید. تانجانت رو فشار بدی تانجانت این رو برد میار. شما میایو این مقدارهایی که برداشتی میزاری میذاری اینجا یه تانجانت اینورس هر کدوم میگیری و تتای پیو و تتای اس به دست ما همین کار رو انجام بدیم نیا کن ها الان تنش برشی ما چنده منهای پونزه پس عملا ما اینجا منهای سیم و تو این مخرج هم منهای سیم بیا سیگما x من های سیگما y رو در صحبت کنیم یا کام چهار چهار من های سیگما با چند من های دوازده یعنی عملا ما داریم چهار رو بله به علاوه دوازده میکنیم که میشه 16 خب 16 این پایینی ها رو میبینیم میگه بله میگم مگه این دقیقا قرنه این نیست میگه بله میگم خب یه منها بذار اینو بذار منهای 16 یا که این منفی با این منفی میره این عملا میشه مثبت خب بریم تانجانت اینورس بگیریم من تانجانت اینورس هم تو ماشین حساب فعال کردم می نویسیم اخو؟ من های سی به روی 16 آها یه چیزی یه چیزی من قبلش بگم بچا ممکنه مود ماشین حسابتون روی رادیان باشه روی درجه نباشه چیکار کنیم, کنیم؟, چی کار کنیم, کنیم؟ که درستش کنیم چیکار کنیم که درستش کنیم نیا شما گزینه شیفت رو و مد و فشار بده یک گزینه سه داریم به اسم دیکری این درجه است تو سه و بزنی کار تل ممکنه در حالت قبل شما روی راد باشی شما میتونید روی گرادیان باشی اما خب ما با درجه کار داریم سه رو فشار میدیم و به ما میده چند منهای های و 92 الان دو تا تتای پی ما شد شست و حالا دو من های کی, کی. من های الان من باید این رو تقسیم به دو کنم بگم آقا تتایی پی من شده سی و یک من های سی و یک حالا شما وقتی میخواید جواب رو بدید باید چیکار کنید؟ باید دو تا تتایی پی بدید چطوری بنویسیم؟ میگم آقا اینو میبینیم من های سی و یک نوشتیم میگی بر میگم آقا یه دونه به علاوه نوت کن بذار اینجا میگم من یه دونه به علاوه نوت میکنم میذارم اینجا به همین راحتی میگم اصلا قضیه یه مقدار بیش از حد فرمولیه و اگه جلسه قبل ببینید مفهومش رو درک میکنید که قضیه چطوری خب حالا بریم در مورد این صحبت کنیم یا ما کاری نداری که ما باید بریم اینو انجام بدیم بذار من بنویسم تانژانت اینورس 6 تقسیم این بر 6 با 16 داشتیم آها این 16 تانجانت اینورسش که بگیریم به ما میده چند؟ به ما میده آقا دو تا تتا اس شما شده 28 یه ما ما دو تا تتا اس رو کار نداریم ما تتای اس رو کار داریم میگه اشکال نداره ما تقسیم به دو بلدیم بکنیم تقسیم به دو میکنیم و به میده چهارده میگم ما قبلی چیکار کردیم بله به علاوه 90 کردیم دو تا جواب گذاشته میگم این طرف همین کارو یه دونه بعدا به علاوه 90 میکنیم چه میذاریم 104 کاری داشت نه هیچ کاری نداشت مون چی مون قسمت آخر که ما میخوایم سیگما مکس و سیگما مینو به دست بیاریم میگم آقا باز هیچ کاری نداره ما چیز جدیدی نداریم سیگما مک سیگما ایکس سامن... هم به علاوه سیگما ایگرگ کنیم 4 منهای 12 چهار منهای دوازده میشه منهای هشت منهای 8 تقسیم بر دو منهای هشت تقسیم بر دو مثبت منفی رادیکال نیا کن حالا دوباره همین x منهای y چهار به علاوه 12 میشه 16 16 تقسیم بر دو به توان دو به علاوه درش بروشی که 15 به توان دو و این میشه جواب ما بیاید به ترتیب هر کدوم حساب کنیم نگاه منهای 8 دو بوم که میشه آقا منهای 4 منهای چهار اینجا می نمیزی. یه بار مثبت که به ما ماکسیموم بده و یه بار منفی که به ما مینیموم بده بریم اون رادیکال رو حساب کنیم میشه نگاه هشت دو, چ... دو که میشه هشت هشت به توان دو به علاوه پونزده به توان دو به من میدن هیجده یعنی اینو یه بار به علاوه می میکنیم یه بار منهای میکنیم جوابمون چقدر میشه منهای چهاره به علاوه 17 میشه 13 و منهای 4 منهای 17 میشه منهای 21 کاس آ کاس آ حالا یه چیز دیگه من بگم بعدش حالا میتونید از ویدیو خارج میخوایم بریم و در مورد تای مکس صحبت کنیم میگم واقع شما تای مکست برابر با مقدار این رادیکال میشه این رادیکال مقدارش چنده؟ 17 تا میشه 17 میگم مثلا قضیه اینقدر فرمولیه ما اگر مفهوم و مثلا این حالت بده میشه اما یکی دوست را آقا اصلا بگه و مفهوم و من نمیخوام من میخوام فقط نمره بگیرم این هم از این کسی که تا اینجا اومده و همه چیو یاد گرفته میتونه بره من یه چیز اضافه میخوام بگم که حالا میتونید جوابتون رو چک کنید اون چیز اضافه چیه؟ اینه که آقا شما گاهی شاید این فرمول رو نبینید و بیاید از این فرمول استفاده کنید به جای اینکه اینقدر منفی مثبت داشته باشید بگیم آقا دو تا اس مساوی 90 به علاوه دو تا پی میتونیم آقا اینو تقسیم به دو کنیم بگیم آقا تتا اس مساوی 45 به علاوه تتا پی خب آقا یه معادله مجهول شما وقتی اول تتا پی رو به دست میاری میری تتا اس رو حساب میکنه دیگه چیز دیگه‌ای دیگه نداره یکی از جلسات واقعا خسته کننده ای بود که من داشتم چون هیچ چیز مفهومی نداشت فقط باید ادد بدی جواب بگیری شما هم سعی کنید مفهوم رو بفهمید درک کنید جلسه اول و من دوستانه بهتون پیشنهاد میکنم ببینید و اینجا هم برید به سلامت بهتون روز موفق